سلام، خیلی خوش اومدید. من هایزنبرگم و به یه قسمت جدید از لیتس پلی های ماینکرافت ما خوش اومدید. تو این قسمت قراره به یه مورد خیلی مهم، خیلی اساسی و خیلی حساس بپردازیم. خیلی از شمایی که ماینکرافت بازی میکنید و اونم ورژن بدراک، مخاطب من اکثر بچه‌هایی هستند که روی گوشی های همراه یا کنسول هاشون در واقع رفتن سراغ بازی ماینکرافت و فقط به ورژن بدراک دسترسی دارن، مشکل تولید آهن دارن و طبعا فارم آهن خیلی مهمه. این ویدیو برای بچه‌هایی که روی PC و عموما روی ورژن جاوا بازی میکنن هیچ کاربردی نداره و بیشتر برای کنسول پلیرهایی که ماینکرافت بازی میکنن و دوست دارن با فارم آهن بیشتر آشنا بشن. این ویدیو رو به هیچ وجه دست ندید و تا لحظه آخر با من همراه باشید. قبل از اینکه بریم سراغ خود ویدیو، حتما کامنت کنید که شما روی PC تون ورژن جاوا بازی میکنید یا روی کنسولتون ورژن بدراک رو بازی میکنید. بریم ببینیم ویدیو چجوریه. بچه‌ای که دفعه اولتون هم هست میان تو کانال، حتما یادتون نره کانال رو حتما ساب کنید. کامنت به هیچ وجه فراموش نشه، چون این یوتیوب مدلش اینه که بچه‌ای که از ایران با VPN میان، حالا معمولا VPN های پولی هم نیست، کامنت که نمیذارن، لایک که نمیکنن، اینا سابشون هم رو میپرونه. اینو که فراموش نکنید و ما بریم این طرف از این اتاق مخفیمون خارج شیم. بزنم شبه، اگه شبه بخوابم. بله شبه. میخوابیم پا میشه. بریم سراغ فارم آهن ورژن بدراک. من البته الان این سری توی کریتیو نیستم که براتون بسازم و قراره ببرمتون توی خود سرور سوروایوالمون، اونجا بازی کنیم. بیرون زامبیا دارن میسوزن و میسازن، به چخ نریم خوبه. بذاریم اینجا رو ببندیم. خب کریپر نباشه که اذیت کنم، عالیه. از اینجا خارج شیم، بریم بپریم بالا. آره ماشاءالله. از بخش کارخونه خارج میشیم. برای اینکه یه لحظه شما هم کیف کنید، من بیام اینجا لول اپمو بکنم. لول اپ ورودمون. وات؟ صدای ویچر اومد نه؟ یا من توهم زدم؟ شاید توهم زدی. شما پارکتو عوض کن. هم لباسامونو آپگرید کنیم، هم جنس منسامونو. اینو ببریم رو تبر. اوکی. الان همه چی آپگرید پسر. برو بریم. بریم ببینیم که فارم آهن چجوریه. آقا خیلی از شماها قطعا با این مسئله توی ورژن بدراک مواجهین که اکثر فارمایی که توی یوتیوب سرچ میکنین مشکل اساسی و مهمی که دارن اینه که یه جورایی میشه گفت نمیشه با اون پلن و فرمولی که توی جاوا بازی میکنید اینجا فارم آهن درست کنید. فارم آهن یه سری قلقا داره. خب ما از همین جایی که داریم میرسیم و تا روزه شروع میکنیم توضیح دادن، دیگه شب شد فوقش میخوابی پا میشه. اولا بچه‌ها ببینید، شما برای اینکه فارم آهن درست درمونی داشته باشید به یه مربع 21x21 احتیاج دارید که باید ارتفاعش از سطح زمین 4 تا باشه. البته من لابلای توضیحات هم یه سری تصاویر میاد که موقع ساختن خود فارم آهن بدراک رو بهتون توضیح میده، رو اونا کامل تر میاد. باید حتما 4 خونه فاصله داشته باشه. بعد از اینکه 4 خونه میایین بالا، کاری که انجام میدین اینه. بذارید من بیام پایین. این گالم ما هم در اومده و اولالا. کاری که انجام میدین اینه که بعد از اینکه 4 خونه اومدین بالا، شروع میکنید به طول 21 مربع در 21 مربع، همونطوری که مشاهده میکنید یه مربع کامل میزنید و بعد از اونکه این مربع کامل رو زدین، شروع میکنید از این خونه. ببینید 1 2 3 4 5 تا این طرف، باز این خونه ببینید 1 2 3 4 5 تا این طرف. چیکار میکنید؟ بلاک میذارید و بعد دیگه ردیفا رو یکی یکی کم میکنید. 4 تا 4 تا 4 تا 4 تا، بعد 3 تا و 1. این برای چیه؟ برای اینه که ما بعداً قرار از این گوشه ها آب بریزیم و این آبا بیاد وسط مپ. یه نکته ای که هست، بعد از اینکه از 4 گوشه آب میریزید، باز میبینید این مربع وسط مپ هم آزاد نیست. اون لحظه شما مجبورید بیاین اینجا هم یکم آب بریزید که دقیقاً وسط مپتون یه مربع 3 در 3 همونطوری که اینجا مشاهده میکنید خالی بشه. حالا این مربع چه نکته ای داره؟ شما بعد از اینکه این مربع خالی شد، قشنگ مربع رو به صورت مکعب مستطیل میرید پایین و یه نکته ای که به هیچ وجه یادتون نره اینه که حتما روی لبه های 21 در 21 اینجا باید از این بلاک های درخت ها بذارید. چرا؟ دلیلش اینه که گالم روی این لبه ها اسپان نشه و اسپانش حتما توی این نقطه ها باشه و ناخودآگاه این سیستم آبرسانیتون باعث میشه که به طور ناخودآگاه این تروپه برن چی؟ میگم تروپه، این گالمی که اسپان میشه یا هر موجود دیگه‌ای که هر کجای این گوشه مپ در بیاد، مثل اون گالمی که الان اونجا داره در میاد، خودکار آب هلش بده وسط. حالا این ستون اون پایینشو که تو ویدیو میبینید یه قلقی داره که باید یه سوراخ بذارید. من بیام این طرف یه لحظه، من اینو بردارم.
و بعدم باید سری بذاریم سر جاش. پس اینو میذاریم بالا، اینو میذاریم اینجا، این پریم این طرف، اینو اینجا میکاریم که به مشکل نخوریم. حالا میخواییم بریم پایین ببینیم چه خبره. ببینید این پایین که تو تصویرم داره بهتون نشون میده، شما یه دونه سوراخ اینجا میخواییم. اینجا یه هاپره که باید سرش پایین باشه، یعنی حتما سرتون رو پایین نگه دارین و بذارین. البته با این بلاک هم میتونین چک کنین، بلاک رو هر موقع خراب کنین این هاپره معلومه. و اون گوشه مقابل آب میریزین که وقتی یه گالم میاد تو میمیره، حالا که توضیح میدیم چجوری کشته میشه، تمام آهنی که میده مستقیم بره توی این جعبه از طریق هاپره، که البته این گل و این آهن و ماهی و از این خرت و پرتا هم هر از گاهی باهاش میاد. این چی بود یه اومد بابا نمیخوام ماهی برو اونور. حالا اینا رو مثلا بچه‌ها فرمول فارم آهن رو اگه شما توی اینترنت هم سرچ کنید به همچین مپی برمیخورید. هزاران مپ این مدلیه. اما قلق اصلی چیه؟ اکثر اینا رو وقتی میسازید خرابن، کار نمیکنن آقا. یعنی درست میکنید گالمه توش مثلا در نمیاد و به مشکل میخوره. اولین وسط رو بگیم. ببینید این وسط طبقه پایینش که آبه، همونطوری که بهتون نشون دادم یه گوشش آب زده. بالای آب شروع میکنید از این پلاکایی که روی صفحه دارم نشون میدم به صورت کنار هم دیگه، همونطوری که توی صفحه هم میبینید، 9 تا ازش میذارید که بتونید راحت روش مواد مذاب بریزید. یعنی مواد مذاب اون قسمت رو بلاک تصور کنه و عملا نره پایین بریزه رو آبه. اینطوری بین آب و مواد مذاب یه خط فاصله ای وجود داره که وقتی گالم اسپان میشه میفته تو این، نصفش میره تو آب نصفش بالا میمونه، تو مواد مذاب میمیره و آهناش میره پایین میفته تو جعبه. حتی این 20 تا دونه تختی هم که اینجا میبینید هم داستان داره. شما 20 تا تخت هم اینجا خیلی راحت وسط میکارید که چیدنش خیلی راحته. میبینید یه دونه این وره، یه دونه اون طرفه، 9 تا تخت کنار هم این طرف و 9 تا تخت هم کنار هم اون طرف. اما چیزایی که از الان ویدیو رو قراره باهاتون بابتش صحبت کنم همه یادداشت میکنید، چون موارد خیلی خیلی مهمی هستن و دلیلیه که خیلی از شماها ممکنه این ساختمون رو تو اینترنت دیده باشید بسازید و کار نکنید. از اینجای ویدیو رو خوب دقت کنید. خب نکته اول، اولا این ساختمونی که میسازین از ساختمونهای اصلی دهکدتون که میبینید اونجاست و توشون تخت خواب داره زمانی که میسازین، بعدش خیلی مهم نیست، باید حتما 100 خونه فاصله داشته باشه. چرا 100 خونه؟ به دلیل اینکه تمام این ویلیجرهایی که میبینید اینجا به واسطه اون 100 تا خونه ای که ما فاصله داریم هیچ تختی رو صاحب نمیشن. یعنی اگر این ویلیجرها خدای نکرده یه تختی یا یه شغل خاصی رو مثلا از این میزای کاری که میبینید همین الان جلوشون هست، فاصله 100 خونه ایتون توی دهکده اصلیتون داشته باشین، ویلیجرایی که برای این کار احتیاج دارین به اشتباه اون کارا رو میگیرن یا اون تخت رو صاحب میشن، واسه همین 100 خونه اول از همه فاصله داشته باشین. نکته در طول ساخت اینجا این 20 تا تختی که وسط داری مهمه، ولی تا زمانی که ویلیجرا رو اینجا نیاوردین از تخت خوابتون استفاده کنید. زمانی که دارین ویلیجرا رو میکارین به هیچ وجه تخت خوابتون استفاده نمیکنید. بعد از اینکه ویلیجرها رو کاشین که بهتون توضیح میدم با چه قلقی، اون موقع میتونید هر موقع خواستین شب شد از تخت هم استفاده کنید. حالا نکته اصلی چیه؟ نکته اصلیش اینه که شما اون مربع نهایی رو که میزنید، همونطور که میبینید من یه سکو اضافه این طرف، اون طرف و این وسط قرار دادم. این سکو سازه خیلی ساده ای هم داره. نگاه کنید. من یه ذره غذا بخورم، نمیرم. این دو تا بده. این سکوها اگه دقت بکنید دقیقاً از روی این سبزها شروع شدن، بخشایی که ما کاشتیم، و چون روشون شیشه است و تا اون بالا عملاً اسپانی وجود نداره مشکل نداره. شما میتونید یه خونه عقب‌تر بذارید، میل خودتونه، فرقی نمیکنه. من این پشتاشم درست کردم که بتونیم روش راه بریم. متوجه میشین اینجاها رو؟ ممکنه بعضی وقتا حتی چون تو 21 در 21 در میاد، یعنی فقط اینجاها میتونه گالم اسپان بشه که چون از این سبزها گذاشتیم اسپان نمیشه. ولی ممکنه مثلا یهو اینجا هم گالم در بیاد که یه هولش میدین، چون این گالمه تا نمیره گالم بعدیه نمیاد. خیلی بعیده، صفره، چون عملا تو 21 در 21 در میاد. حالا فرمول گالم ظاهر شدن توی بدراک اینطوریه که اگر 20 تا دونه ویلیجر استرس بگیرن گالم ظاهر میشه. ما چه جوری به این ویلیجر ها استرس میدیم؟ اولا که ببینید شما میایین یه اتاقک میسازین نزدیکای محل در واقع ساخت همین ساختمون، دو تا ویلیجر میکنین توش. دقت هم بکنید ویلیجرها نباید لباس سبز داشته باشن، چون لباس سبز ها هیچ شغلی نمیگیرن. توی تصویرم ویلیجر لباس سبز رو میبینید، حتما باید ویلیجر عادی باشن از این لباس قهوه‌ای ها، و دو تاشون رو میکنید توی یه ساختمون، براشون هم تخت میذارین، بعد بهشون غذا میدین، اینا بچه دار میشن. تا اینجا اوکی شد؟ اگه بهشون غذا ندین اینا بچه دار دیگه نمیشن دیگه. بچه‌ها چون قدشون کوتاه‌تره با یه سوراخ کوچیک‌تر از توی اون خونه میکنید توی خونه دیگه، و 20 تا دونه ویلیجر همینطوری جمع میکنید. نه، فقط دو تا بچه میخواید از همه این خونواده
دو تا بچه میخواین، میخوابیم ما میشیم صبح ادامه ماجرا. پس 20 تا بچه هم نمیخواین، کلا دو تا بچه میخواین. دو تا بچه که گرفتین، اون دو تا ویلیجر اولیه رو دیگه کارشون ندارین، اون دو تا رو یا سربنیستشون بکنین یا سوار قایق چیزی کنین ببرین تو دهکده. و اما اون دو تایی که جدید ساختین، اون دو تایی که جدید ساختین، اولا حتما وایسین بزرگشن که سرعتشون کند باشه. بعد میایین مثلا یه پلکانی از اینجا میزنید تا پایین، پله زدن که راحت، و از اینجا باکتای آبتون رو خالی میکنید، یه مسیر پله‌ای رودخونه‌ای درست میکنید. ترجیحاً هم سعی کنید با عرض 4 بذارید که پهن باشه، راحت بتونید قایق رو توش جابجا کنید. از پایین با قایق میارینشون بالا این دو تا رو. حالا از اینجا به بعدش جذاب. از اینجا به بعدش اینه که این بالا یه خونه اضافی درست میکنید و این ویلیجرا رو، این دو تا اضافیا رو توی اینا قرار نمیدید. این ستونا همونطوری که میبینید، ببین اگه من الان این دو تا رو بشکونم و مستقیم برم، خوب دقت کنید، تا این ته میتونه راه داشته باشه. یعنی اولی که شما این ستونا رو میسازید که طرحش هم خیلی ساده است، از بغل کاملا مشخصه چجوری ساختم. ببینید من الان این میرم توش، یه دونه خالیشو واسهتون اینجا نگه داشتم. ببینید این یه دونه جای ویلیجره. شما این ستون رو تا ته میتونید خالی کنید، هیچی توش نباشه، فقط جلوهاشون یه دونه شیشه میذارید، پایینی‌ها شیشه. ببینید همه اینا با شیشه بسته است. این یه دونه که بازه، چون کوچولوئه ویلیجر نمیتونه از توش رد شه و اینجا نهایتا یکی از این بلاک‌ها میاد. این بلاک‌ها رو ببینید، بالاش ببینید بلاکو. حالا ارتفاع این چیزا چیه؟ ببینید بالای اینا به اندازه دو تا هم نبینید، 1-2 و روبروی 3، یعنی از فاصله زمین 1-2-3-4 تا بلاک شیشه رفته بالا. اینجا جاییه که ویلیجر قرار میگیره. شما از خونه اول که ویلیجر رو قرار دادی، دوتاشون رو میکنی توی یه سوراخ، درشون رو میبندی، غذا میدین، بچه دار میشن. یه دونه از این فاصله های نصفه درست میکنید، بچه که از زیر رد شد کاملی مسیر رو میبندی، یه بچه دیگه که درست کردن همینطور. یعنی شما یه چند روزی کارتون اینه که اینا رو جفت جفت هی بچه دار کنید، بچه ها بیان یه ردیف رو پر کنن. یکم طولانیه ها، ولی این خیلی مهمه. یعنی اگه این مدلی میگم انجام ندید، ممکنه کار نکنه فارمتون. دونه دونه بچه ها رو پر میکنید، میرسید به دوتا بچه آخر. یعنی مثلا یه ردیف رو پر میکنید، دوتا بچه آخر رو میکنید توی خونه بود گفتم اینجا ساختیم، و این دوتا دوباره تو ستون بعدی همینجور ادامه میدید. و این طرف که تموم شد، اون طرف هم میبینید همین مدلی. حالا اتفاقی که افتاده، اگه شما الان بشمارین، بجز این ستونی که من خالی کردم، یعنی بجز اینجا که خالیه و اینجا که خالیه، ببینید دوتا جا واسه ویلیجر داره. ما این دوتا رو فاکتور بگیریم، ما عملا 1-2-3-4-5-6 تا اینجا داریم، 7 تا اون طرف و 7 تا اون طرف، یعنی جمعا 20 تا دونه ویلیجر داریم. اگه 21 باشه چی؟ خوب نیست، چون یه تخت کم میارید، هی این تخت رو میگیره، هی اون کار رو میگیره. حتما دقیقا 20 تا بذارید، چون اگه بیشتر از 20 تا بذارید، ممکنه بعضی موقع کار نکنه. این مسئله خیلی مهمه، ولی خب ممکنه کار هم بکنه بعضی وقتا، ولی بهتره به نفعتونه که 20 تا بیشتر نذارید. ببین همونطوری که این طرف میبینید، اون بر 7 تاست، این طرف هم 7 تاست رسما، و اینجا هم 6 تاست که جمعا میشن 20 تا ویلیجر. همین مدلی هم که میبینید جدا میکنید. وقتی همه ویلیجرها اینجا قرار گرفتن، اون چند روزم بچه ها باید اینجا اتراق کنید، یعنی اینجا باید باشین دیگه که ویلیجرها نمیرن یا فرار نکنن، زامبی مثلا نیاد، از این قصه ها و قرتی بازی ها. کارتون که تموم شد، یعنی دقیقاً 20 تا ویلیجرتون رو کاشتین، کار اصلی شروع میشه. کار اصلی که الان تیمی بازی میکنید، اگه تیمی بازی نکنید خیلی سخته. تیمی اگه بازی کنید، یه نفر میره بالای این ستون، یه نفر میره بالای اون ستون، و یه نفر هم میره بالای اون ستون تهی. شما یه شغل مثلا این شغلی که اینجاست، مثل اینایی که میبینید اینجاست، اینا همشون شغلن دیگه، اینا شغلایی هن که داریم. ببین مثل این، اینا رو یه دونه رو میکارید زمین، به اون سه نفر دیگه میگین داداش مثلا کی کدوم کارگر گرفت. اگه تکی باشین، باید برین جلوی تک تک اینا کارو بکارین زمین، ببینین طرف کارو گرفت یا نگرفت، نگرفت خراب کنید بعدی. کارو چه جوری میگیرن اینا؟ وقتی کارو میگیرن، بالا سرشون سبز میشه، به شکل سبز رنگی در میاد، بالای دستگاه می شکل سبز رنگی در میاد. پس یادتون نره، حتما کارایی که میذارید اینجا، یا سه نفر بالا باشن که ببینید کدوم ویلیجر گرفت، یا اینکه خودتون دونه دونه برین جلوش که زمان بره. وقتی فهمیدین که مثلا این کار برای این ویلیجره، میاین خیلی راحت از حالا این طرف یا از اون طرف فرقی نداره، اینجایی که ویلیجره این جلو یه شیشه است دیگه، این شیشه رو میتره کنید، جاش کاره رو میذارید که این کارگره جلوی روش کاره باشه. یعنی
باید حتما به کارش دسترسی داشته باشه. و نهایتاً پایین پاشون هم یه باکت آب می‌ریزید که خیلی راحت از بالا خالی می‌کنید رو کله‌شون. یعنی ببینید شما خیلی راحت این بالا رو اگه سوراخ بکنید آب بریزید پایین، می‌ریزه زیر پاش. چون این ویلیجر کار داره و زیر پاش آبه، این باعث میشه استرس بگیره و 20 تا ویلیجر که همزمان استرس بگیرن باعث میشه گالم ظاهر بشه. و همونطوری که اینجا میبینید گالم ها یکی پس از دیگری ظاهر میشن و باز همون جوری که مشاهده میکنید این پایین طبق اون تصویری که اول ویدیو بهتون نشون دادم، گاهی وقتا هم بچه ها این اتفاق میفته، یه ماهی میاد پایین که نمیسوزه و اینجا نمیذاره اینا برن پایین. شما این ماهی ها رو بدین صورتی که میبینید باز یه جار پایین تر بگیریم، گربه رو کشتیم، ماهی رو کشتیم. اینا رو میکشین حتما، چون وقتی بکشین اتفاقی که میفته دوباره هاپر باز میشه، آهنا میاد تو. با یختم بالاش جمع میشه، دلیلش همینیه که بهتون گفتم. مثلا یه ماهی میاد پایین اینا میکشید، ولی در هر صورت همیشه آهن هست. شما هر زمان که تو فاصله 25 خونه اینجا باشین، 25 خونه این ساختمونتون باشین، این فرم آهنتون در حال کار کردنه. فکر نکنین اینجا رو ول کنید برید این کار میکنه. چون آنکرافت لودینگش 25 خونه 25 خونه عملا یه چانک کار میکنه، باعث میشه که این زمانی فقط کار کنه که تو 25 خونه ایش هستین. میتونین بعضی موقع بیاین اینجا مثلا ماهیگیری کنین یا بعدنا خونه سازی کنین. مثلا ما اینجا باغ وحشمونه، تایمی که اینجا باغ وحش میساختیم کلی آهن ساخته و انقدر یه زمانی آهن پیدا میکنید که دیگه بی نیاز از آهنین، ولی خب همینطوری فارمتون میسازه دیگه. پس حتما اول یه دفعه اولتون بود که میدیدین این ویدیویی که میذارم بالا که قسمت اوله ببینید، شاید براتون ماینکرافت بازی عجیب غریبی باشه یا بگین چرا ویژوالش اینطوریه ما دوست ندارین. باور کنید این بازی یکی از اعتیادآورترین بازیهای زندگیتون میشه. پس این قسمت اوله که به هیچ وجه دست ندین، خیلی کمکتون میکنه که راحت شروع کنید بازی کردن. اما نکته دوم، توی پلی لیست ماینکرافت برید کلی آموزش گذاشتیم و کلا تارگت ما بچهای کنسول پلیرین که بدراک بازی میکنن. بچهایی که جاوا بازی میکنن خیلی چیزاشون فرق داره. حالا هم اون در مخفی مواد مذاب رو قرار بود قبلا بهتون یاد بدم که ندادم. این فارم ایکس پی هم که خیلی مهمه و خیلی به کارتون میاد، یکی از فارمایی که یاد میدم. اگه دوست داشتین، اگه تازه ماینکرافت شروع کردین یا بدراکین و خیلی از این دستگاهایی که اینجا ساختیم و یا قرار بعدن بسازیم دوست دارین یاد بگیریم، بچا کامنت بذارین. ویدیو وقتی کامنت بذارین ساجست میخوره، دیده میشه، من انگیزه میگیرم و باز از ماینکرافت ویدیو میدم. آخرین ویدیو ما مال خیلی وقت پیشه و یکی از دلایلی که از خیلی وقت پیش تا الان دیگه میبینید ویدیو ماینکرافت نساختین، واسه این بوده که بازخورد خیلی خوبی از ویدیو قبلی ها نگرفته بودیم. درصد اگه دوست دارین حتما کامنت بذارین، نظراتتون رو بگین. اگه بابت فرم آهن مشکلی داشتید بعد از ساختش، حتما برام بنویسید، چون من بابت بازی ماینکرافت استریمم کنم. سوالاتی که برام کامنت میذارین و میام توی استریمایی که تو کانال تویچه، در واقع یکی از استریمام که ماینکرافتم نیست و الان میذارم ته ویدیو همین جا که میتونید ببینید، میتونید تو استریمای ماینکرافت اونجا به سوالاتتون هم جواب میدم. خیلی دوستتون دارم و اینکه مواظبت کنین از خودتون. تو اوج خستگی از سر کار برگشتم ویدیو رو ضبط کردم، ولی خیلی حال داد. امیدوارم اگه دارین بدراک بازی میکنید با این آموزشا بازی براتون لذت بخشتر بشه. مراقبت کنین از خودتون. من برم انبار این جنسا رو بذارم سر جاش ببینیم که ماجرا چه قراره. دوستتون دارم فعلا، خداحافظ. کیک استارتر با 32,000 یورو استارت میخوره، ولی مردم نزدیک به 100,000 یورو کمک میکنن برای ساخت بازی. اینو یادتون نره، چون تو آخر بازی خیلی مهمه این کمکی که بقیه کردن. اینجا یه داستان خوب ببینید، این موجود کوچولو هست، چشای موجود کوچولو رو ببینین، انگار نگران ما داریم این ور میریم.